پیروزی و صعود شیرین شاگردان گراهام پاتر و صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان. چلسی از همون ابتدا تیم بهتر زمین بود و دقیقه 28 روی ضربه کای هاورتز و تیرک به لرزه در اومده دورتموند میتونه صاحب گل بشه که با بدشانسی این توپشون به گل تبدیل نشد. دقیقه 38 روی ضد حمله چلسی و تک به تکی که مایر از استرلینگ گرفت در برگشت، کای هاورتز یک ضربه دیدنی و خوشگل و زرد به تیرک دروازه خورد و بعدم به طور دروازه چسبید، اما به دلیل آفساید اعلام شده از رحیم استرلینگ گل مردود اعلام شد. اما بالاخره شیرهای لندن دقیقه 43 و مزد حملات خودشون رو گرفتن. پاس بن چیلور رسید به رحیم استرلینگ، اون هم با ضربه دقیق دروازه دورتموند رو باز کرد تا در ورزشگاه خونگی چلسی اونها به وجد بیان و نیمه اول با نتیجه 1-0 به نفع چلسی به اتمام برسه. در شروع نیمه دوم پنالتی اعلام شده برای چلسی رو کای هاورتز پشت توپ ایستاد، ضربه‌اش رو زد که به تیرک خورد و به دلیل اومدن جلوی مدافعین دورتموند دوباره داور بازی برگشت پنالتی رو دستور داد و در برگشت کای هاورتز توپ رو به طور دروازه دورتموند برای دومین بار چسبوند تا این خوشحالی و شادی چلسی در ورزشگاهشون ادامه داشته باشه. تیم گراهام پاتر که واقعا در این بازی فوق‌العاده ظاهر شد، دقیقه 75 باز هم روی ضد حمله و این بار پاس استرلینگ توسط گلگر به گل هم رسید، اما این بار هم آفساید استرلینگ اعلام شد و در دقایق پایانی این بازی حملات دورتموند که واقعا فشار آورده بودن و حتی دروازه‌بانشون هم جلو اومده بود ثمری نداشت و گراهام پاتر یک برد و یک صعود شیرین رو به هواداری چلسی در ورزشگاه خونگی خودشون اهدا کنه. امشب و در این بازی استنفورد بریج غرق در شادی و خوشحالی بود و واقعا چلسی عملکرد بی‌نقص و فوق‌العاده‌ای رو از خودش و تیمش ارائه داد. در دیگر بازی مرحله 1/8 نهایی جام لیگ قهرمانان اروپا از اون طرف هم بنفیکا 5-1 کلوب بروخه رو در هم شکست و اون هم مرحله بعدی لیگ قهرمانان صعود کرد. و در نهایت این برد شیرین رو به همه هواداران چلسی تبریک میگم و ممنون که با نگاه زیباتون ما رو تا آخر ویدیو همراهی کردین. مثل همیشه من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.